به نام خداوند، دکتر سوفیا عظیم آیل هستم و افتخار دارم با ارائه لکچر در مورد پلی آیدرامینوز در خدمت ام مسلکای عزیز قرار دارم. مایع امنیوتیک یک مایع شفاف است که به داخل جاف امنیوتیک قرار داره. به صورت نرمال، حجم مایع در طول حاملگی رو به افزایش است و مقدار اعظمی آن که در حدود یک لیتر است در هفته 36 حاملگی دیده میشه. بعدا مقدار مایع امنیوتیک تدریجا کاهش یافته، در صورتی که عمل پوستر میشوه مقدار این مایع به حدود 100 الی 200 میلی لیتر کاهش یافته میتونه. معمول ترین ابنورمالیتی داخل منشی این مایع را تجمع بیش از حد مایع امنیوتیک تشکیل میده که به نام پلی آیدرامینوز زیاد میکنن و یا کم بودن بیش از حد این مایع است که به اصطلاح اولیگو آیدرامینوز زیاد میشه. موضوعی را که ما امروز روش بحث میکنیم پلی آیدرامینوز است. از نظر تعریف پلی آیدرامینوز با تجمع بیش از حد مایع امنیوتیک اطلاق میشه. در این حالت امنیوتیک فلوید اندکس که بعداً روش بحث خواهیم کرد اضافه تر از 25 سانتی متر دریافت میشه، به این معنا که عمق بزرگترین پاکت مایع امنیوتیک بزرگتر از 8 سانتی متر دریافت میشه. وقوعات پلی آیدرامینوز در نفوس خانمای حامله بین 0.2 الی 1.6 فیصد دریافت شده. مقدار خالص مایع امنیوتیک که در یک عمل دریافت میشه نشان دهنده توازن میان افراز و جذب دوباره این مایع مخصوصا در ترایمستر سوم حاملگی است. ادرار جنین اولین منبع مایع امنیوتیک تشکیل میده. مقدار این مایع در بین هفته 32 تا 34 ایات داخل رحمی در حدود 750 الی 800 میلی لیتر تخمین شده، زمانی که عمل به ترم میرسه حجم این مایع در حدود 1 لیتر میرسه. در هفته 40 ایات داخل رحمی حجم این مایع در حدود 600 میلی لیتر کاهش یافته. بعد از او در صورت یک عمل اضافه تر از 40 هفته ادامه پیدا میکنه، حجم این مایع متناسب با سن عمل کاهش پیدا میکنه. از نقطه نظر پاتوفیزیولوژی، انتظام دخول و خروج مایع امنیوتیک به داخل غشای امنیوتیک تعیین کننده حجم نهایی این مایع است. اجزایی که در ترکیب این مایع رول دارند شامل ادرار جنین است، افرازات ششای جنین، مقدار مایعی که توسط جنین بلعم میشه، همچنان چگونگی جذب داخل غشایی و افرازات لعاب دهن جنین است. عامل عمده تجمع بیش از حد مایع امنیوتیک کاهش قابلیت بلع جنین و یا ازدیاد دفعات ادرار جنین به داخل مایع امنیوتیک تشکیل میده. از نقطه نظر ایتیولوژی یا اسباب، در 60 فیصد واقعات عامل پلی آیدرامینوز واضح نیست. سایر اسباب شامل فیتال مالفورمیشن یا سوی اشکال جنین است که در 8 الی 45 فیصد واقعات جنتیک دیز آردر مسئول پلی آیدرامینوز میتونه باشه. در 5 الی 26 فیصد واقعات دیابت مادری مسئول پلی آیدرامینوز میتونه باشه. همچنان پلی آیدرامینوز در 8 الی 10 فیصد واقعات در املای چندگانگی دیده میشه، مثلا املای دوگانگی، سیگانگی یا بالاتر از او، و همچنان در حالاتی که جنین مصاب انیمیا باشه. در حدود 1 الی 11 فیصد وقوعات پلی آیدرامینوز تشکیل میده و سایر اسباب نیز میتونه که در بوجود آمدن پلی آیدرامینوز به فیصدی کمتر شامل باشه. انومالی ولادی که سبب کاهش قدرت بلع کردن در جنین میشه شامل موارد زائل است: بندش طرق عظمی، اتریزی مایی، فتق اجاب عاجز و انفالوسل یا تفتق اعشای جنین از طریق ابل سوروی. تشوشات عصبی عضلی که شامل اننسیفالی، مایوتونیک دیستروفیا می باشه. همچنان بندش طرق عظمی جنین به صورت ثانوی از اثر انومالی های کلیوی و یا طرق بولی جنین. همچنان تأخر نشونمای داخل رحمی بعض وقت امکان داره که با پلی آیدرامینوز امرا باشه. در صورتی که این دو حالت توام با همدیگه دریافت میشه، قویا مطرح کننده ترایزومی 18 یا ادوارد سندروم است. انومالی های ولادی که سبب ازدیاد ادرار جنین میشه یا ای که دفعات ادرار جنین به داخل مایع امنیوتیک زیادتر میشه، حالات است که ازدیاد دهانه قلبی نزد جنین وجود داره، مثلا در یک جنینی که مصاب انیمیا است. موارد مساعد کننده آن شامل حالات مانند ایزو ایمیونایزیشن و یا حالاتی که گروه خون مادر و طفل که به داخل بطن خود داره مادر با هم تطابق نمی داشته باشه، در صورت مصابیت مادر با پرو ویروس انفکشن، در صورتی که یک حالت فیتو ماتنال هموریج واقع شود، طور مثال در صورتی که مادر در ترایمستر اول عمل خود و یا در یک زمان خون
ریزی میکنه و یا به تریتن ابورشن معروض میشه در حالت الفا تالاسیمیا، همچنان در صورت که جی 6 پی دی دیفیشنسی وجود داشته باشه و یا در املای دوگانگی یک حالت استثنایی وجود داره که به نام توین تو توین ترانسفیوژن سندروم یاد میشه. در این حالت یکی از جنین ها مصاب پولیو آدرمینوز است و در مقابل جنین بی یا جنین دومی مصاب اولیگو آدرمینوز میتونه باشه. در ارزیابی این مریضا التراساوند نقش ارزنده داره، مخصوصا در تشخیص انومالی های جنین و آیدروپسی جنینی نقش التراساوند فوق‌العاده کمک کننده است. تحقیقات نشان دهنده ای است که 80% این انومالی های ولادی در ویزتای دوره حاملگی قابل تشخیص است. یک تعداد آلات استثنایی وجود دارد که ممکن در زمان عمل توسط التراساوند تشخیص نشه یا این آلات هایی است که به سادگی توسط التراساوند قابل تشخیص نیستند، که این آلات عبارت از تریخیو ایزوفیژیال فیستولا، همچنان سپتال کاردیاک دیفکت و کلف پالیت است که واقعا تشخیصشان توسط التراساوند امکان پذیر نیست. جهت دریافت امنیوتیک فلوید اندکس، صفحه مانیتور ماشین التراساوند به 4 مربع مساوی تقسیم میکنند. اگر یک مربع ما اساس قرار بدهیم، عمیق‌ترین مربع باید انتخاب شود، به شرط از اینکه اطراف یا دست یا پای جنین و یا حبل سروی یا امبلیکال کورد به داخل این مربع قرار نداشته باشه. بعدا طول این مربع را به صورت عمودی اندازه‌گیری میکنیم و نکته دیگه که از اهمیت است است که عرض این مربع حداقل باید 1 سانتی متر باشه و قرار زیل دریافت ما تفسیر میشه. اگر عمق مربع بین 0 الی 2 سانتی متر دریافت شوه، در این صورت اصطلاح اولیگو آدرمینوز اطلاق میشه. اگر عمق مربع بین 2.1 الی 8 سانتی متر دریافت شوه، این یک حالت نرمال نشان میده. در صورتی که عمق مربع اضافه تر از 8 سانتی متر دریافت شوه، در این صورت حالت پولی آدرمینوز نمایندگی میکنه. طریقی دیگه تعیین طول اریا که از مربعات چارگانه، طریقی دیگه برای تعیین امنیوتیک فلوید اندکس ای است که طول اریا که از مربعات چارگانه به صورت جداگانه اندازه گیری میشه و بعد از او جمع میشه ار 4 مربع و بعد از او قسم قرار زل مایی را تعبیر میکنیم. در صورت که طول مجموعی بین 0 الی 5 سانتی متر دریافت شوه، ای آلت اولیگو آدرمینوز است. در صورت که بین 5.1 الی 25 دریافت شوه، نشان دهنده مقدار نرمال مایی امنیوتیک در می عمل می باشه و در صورت که عدد دریافت شده ما اضافه تر از 25 سانتی متر باشه، در این صورت به پولی آدرمینوز اطلاق میشه. بعض از موارد وجود داره که تخمین مقدار مایع امنیوتیک خود شخص معاینه کننده بر ما یک نظر میده، که البته این هم یک طریقی است که به صورت نسبی قابل قبول است، به شرط از اینکه شخص معاینه کننده تجربه کافی در این بخش داشته باشه. اختلاطات پولی آدرمینوز اختلاطاتی است که از اثر توسعی بیش از حد رحم معمول به وجود می آید، شامل ماترنال ریسپایراتوری کامپرومایز یا تشوشات تنفسی مادر است که می تواند در زمان عمل و یا حتی در جریان لیبر نزد مادر وجود داشته باشه. ولادت قبل از وقت یا پریترم لیبر است که پریترم لیبر می تواند که به شکل خود به خودی به وجود بیاید، ولی بعض اوقات مخصوصا در صورتی که زجرت نزد مادر زیاد وجود داشته باشه، مجبور هستیم تا یتروجنیک پریترم لیبر ایجاد کنیم به منازی که عمل مریض اندکشن شوه و به عمل خاتمه داده شوه. همچنان تمزق قبل از وقت غشای امنیوتیک از جمله اختلاطات پولی آدرمینوز است و فیتال مال پوزیشن به منازی که چون مقدار مایع امنیوتیک فوق العاده زیاد است، بسیار به سادگی جنین حرکت میکنه و هر آن امکان داره که پوزیشن خود به داخل رحم تغییر بده. همچنان کورد پرولاپس است، مخصوصا در حالتی که تمزق مایع امنیوتیک صورت میگیره، چی به شکل خود به خودی و یا چی به شکل فیشیل یا به شکل مصنوعی که توسط ابستریشین یا توسط شخص مداخله کننده نزد مادر ایجاد میشه، اگر تحت کنترل نباشه امکان سقوط حبل سروی وجود داره که یک حالت امرجنسی را تشکیل میده. همچنان یوترین اتونی به خاطر از اینکه اکثرا ای رحم اوور دیسنشن می داشته باشه، به مجرد که مادر ولادت میکنه یک سطح بزرگ از یوترس در وجه باقی میمونه، امکان داره که فیصدی پوست پارتم هیموراژ در نزد این مریضا بالاتر بره. اختلالاتی که از باعث سبب اصلی یا اندرلاین کاز به وجود میآید شامل
pregnancy induced hypertension است که در بعض موارد در حالت پری اکلمسیا امکان داره پولی آیدرامینوز وجود داشته باشه. همچنان یورینری تراکت انفکشن است و مسئله دیگه ایست که در نزد مادرایی که پولی آیدرامینوز وجود داره در پیش از اینا ریت سیزارین سکشن بالاتر است. همچنان در بعض اوقات امکان داره که ابل سرایی به اطراف گردن طفل و یا به اطراف یکی از دست یا پای جنین دور بخوره. همچنان پرینیتال دیت یا وقوعات مرگ و میر قبل از ولادت در نزد جنین در نزد مادرایی که پولی آیدرامینوزس دارن بیشتر دریافت میشه. مداخله در پیش مریضا زمان جواز داره که خطر ولادت قبل از وقت در نزد جنین وجود داشته باشه و یا در صورتی که ناراحتی فوق‌العاده شدید یا استرس تنفسی نزد مادر وجود داشته باشه. یکی از طریقهای تداوی امنیو ریدکشن است. به معنی از اینکه با استفاده از یک سوزن گیج 18 و مقدار 1 لیتر یا 1000 میلی لیتر مایع امنیوتیک در مدت 20 دقیقه از داخل یوترس یا رحم مادر تخلیه میشه و این عمل ما تا زمان ادامه میدیم که حجم مایع امنیوتیک نرمال شوه. نکته های زهمیت یه است که نباید اضافه تر از 5 لیتر مایع در یک زمان واحد از داخل رحم تخلیه شود. اختلاطات این عملیه شامل شروع شدن لیبر، جدا شدن قبل از وقت پلاسنتا، تمزق قبل از وقت جیب امنیوتیک و آیپو پروتینیمیا و همچنان خطر انفکشن یا انتان بالاتر است. همچنان گروپ ادوی نهیه کننده ترکیب پروستاگلاندین سبب ازدیاد افراز ویزوپرسین جنینی میشه و ازدیاد جذب دوباره مایع تنفسی نزد جنین صورت میگیره. از اندومیتاسین با مقدار 25 میلی گرم از طریق فمی روزانه 4 بار استفاده شده میتونه و به خاطر اینکه خطر بسته شدن قبل از وقت داکتوس ارتریوز ما پایین آورده باشیم، بهتر است که از این رژیم تداوی قبل از هفته 32 ایات داخل رحمی استفاده شوه. مستظهر دوای دیگه به نام سلندک است که روی کاهش مایع امنیوتیک تاثیر داره و مطالعات نشان میده که از نقطه نظر سیف بودنش و از نقطه نظر تاثیراتی که داره از تاثیرات جانبیش نظر به اندومیتاسین کمتر است. امنیوتیک فلوید اندکس باید به صورت منظم هر 1 الی 3 هفته بعد چک شود. در صورتی که مریض در لیبر قرار می داشته باشه، نقطه های اهمیت ایست که پوزیشن جنینی به صورت منظم چک شود و در اثنای لیبر تخلیه تدریجی مایع امنیوتیک کمک کننده است تا از دیکامپریشن شدید رحمی و سقوط ابل سرایی جلوگیری شده باشد. در صورتی که سن عمل پایین تر از 32 هفته باشه، از امنیو ریدکشن و اندومیتاسین از هر دو استفاده کردن میتونیم و در صورتی که عمل مادر اضافه تر از 32 هفته باشه، یگانه انتخاب ما را امنیو ریدکشن تشکیل میده و اندومیتاسین تنها در صورتی که ضرورت مبرم در او وجود داشته باشه بالاتر از عمل 32 هفته تا 34 هفته استفاده کردن میتونیم، ولی در صورتی که از اندومیتاسین در سن بلندتر عمل استفاده میشه تنها در حالت ایل ماجرا کردن میتونیم که فیتال ایکوکاردیوگرافی به دسترس باشه تا به صورت منظم از حالت قلب جنین ما باید که آگاه باشیم. از توجهتان تشکر.